درگیر صحنه نظامی بودی، بعد دشمن عوامل اصلیش توی دولت بود، یعنی درگیر شورای عالی امنیت. بعد میدونید که این بمب رو یکی دو روز قبلش برده بود جماران، و میدونید وقتی که وارد جماران میشه دارن همینجوری میگردن اون جلو گیت، همه رو بازرسی بدنی میکنن، هیئت دولت رو دارن میرن خدمت امام. به کلاه به کشمیری که میرسه، کشمیری کیفش رو میخواد رد کنه، اون پاسداره میخواد بگردش، کشمیری عصبانی میشه کیفش رو نمیده بگرد، سر و صدا میشه. شهید رجایی که یه چند قدم رفته جلوتر برمیگرده میگه چیه، چون شهید رجایی بالاخره رئیس جمهور بود دیگه، این پاسداره میگه من باید کیف اینو بگردم، این نمیذاره، این عصبانی شده، این دلیل شورای امنیت. شهید رجایی میگه که خب کیفو بده من، کیفو از این کشمیری میگیره، میگه خب حالا میریم داخل. اون پاسداره میگه که ببین شما هم بخواد ببرین شهید رجایی ماده جان به شهید رجایی شهید رجایی میگه آقای رئیس جمهور شما هم بخواد ببرین من باید کیف شما رو بگردم. خب شهید رجایی هم که به اصطلاح ریگی تو کفشش نبود میگه بیا پسرم بگرد. تا این پاسداره بخواد بگرده روی هوا کیف رو که این میاره پایین، کشمیری از دست اون سپاهی میقاپه کیف رو و عصبانی میشه که چرا حالا کیف رو از شهید، از آقای رجایی، آقای رئیس جمهور گرفتی میخواد بگردی، عصبانی میشه کیف رو میگیره و برمیگرده میره. ببین تو اومدی دیدار امام، یعنی اینقدر برای دیدار امام مهم نیست که حالا با برخورد کردن گفتن آقا طبق پروتکل ها باید تو رو بگردیم، عصبانی شده کیف رو گرفته، کیف رو آورده بود بذاره اونجا. همه هیئت دولت اون اتاق کوچیک جمع میشدن تو جماران پیش امام، امام و همه هیئت دولت مثلا فکر کنید این اواخر مرداد بوده یا همون اوایل شهریور، چون هشت شهریور شهید رجایی اینا شهید شدن، فکر کنید این دو روز قبلش بوده، سه روز قبلش بوده، من دقیقاً اون تاریخ دقیق دو سه روز قبلی که این دیدار بوده رو نمیدونم، ولی این ماجرای حساسیت این روی این کیفه بعد معلوم شده بود که این کیفه رو می‌خواسته ببره، کل هیئت دولت جمع بشن و امام. شما تصور کن چه اتفاقی می‌افتاد، امام و کل هیئت دولت همه شهید می‌شدن. حالا هشت شهریور کی شهید شد؟ رئیس پلیس، خب نخست وزیر شهید باهنر و رئیس جمهور شهید رجایی. خب